حمله جنگجویان طالبان بر بیجا شدگان ولایت پنچیر در کابل افزایش دوزدی های مسلحانه در کابل افشاگری های تکاندهنده خلیلزاد در مورد لجاجت غنی و فروپاشی نظام افغانستان شکایت برخی از افغان ها از مشکلات در گذرگاه ترخم از سرگیری بحث ها برای آغاز پروژه تاپی مقام های ترکمنستان به کابل می آیند. همچنان خبر ناگوار در مورد جلغوزه ولایت های جنوب شرقی افغانستان به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام وقتتان بخیر به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید تقاضا کنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید نگرانی شهروندان افغانستان از افزایش دزدی های مسلحانه بیش از ستن به علت جرم های گوناگون از آن میان دزدی های مسلحانه و نیز آدم ربایی در پانزده روز پسین از سوی وزارت داخل گروه طالبان دستگیر شدند و گزارش سپاتنیک به نقل از نیوز شماره از شهروندان کشور به ویژه پایتخت نشینان روز چهار شنبه از افزایش دزدی های مسلحانه در هفته های پسین نگرانیشان را اظهار کردند شهروندان میگویند که هرچند انتظار داشتند با آمدن امارت اسلامی جلو سرقتهای مسلحانه گرفته شود اما این جنایت هنوز هم در شماری از شهرها رخ دهد. ده شجاع باشنده کابل گفت متاسفانه جلو دزدی و, دوزدی و آدم ربایی گرفته نشده است هنوز هم دزدی جریان دارد محمد یونس یک باشنده دیگر کابل گفت با آمدن طالبان به کابل مردم انتظار داشت که دوستی های خیابانی و اصل خطهای مسلحانه کمتر شود که تا حال نشده است. این شهروند افغانستان از مسئولان امارت اسلامی افغانستان می که که هرچی آجل جلو سرقت های مسلحانه افراد استفاده جو و نیز رواندگان را, را در پایتخت بگیرند. وزارت داخله طالبان با تایید این موضوع می گوید که بیش از ست را به علت جرم های گونگون از جمله سرقت های مسلحانه و نیز اختطاف در پانزده روز پسین بازداشت کردن. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفت بیشتر از ست در پانزده روز بازداشت شدند. شهر کابل با داشتن نزدیک به 6 میلیون جمعیت و یا رقم بیشتر از این همواره شاهد سرقت های مسلحانه و جرایم جنایی بوده است. مسئولان استخبارات امارت اسلامی افغانستان در اعلامیه برای جلوگیری از سرقتهای مسلحانه و جرایم جنایی از شهروندان کشور و ویژه پایتخت نشینان میخواهند که در اطلاع دهی و بازداشت این افراد با نیروهای امارت اسلامی افغانستان همکاری کنند زلمه خلیلزاد نماینده پیشین وزارت امور خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان گفته است که لجاجت اشرف برای باقی ماندن در قطرت خودخواهی نخبگان سیاسی و عدم تمایل سربازان افغان برای مقابله با طالبان موجب فروپاشی دولت افغانستان شد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان روز چهارشنبه پنج اقرب در یک کنفرانس مجازی که از سوی مرکز پژوهشی بنیاد کارنگی برای سال بین در واشنگتن برگزار شد گفته است با وجود این واقعیت که اشرف در انتخابات تقلبی که شماره اندک افغانها در آن شرکت کرده بودند دوباره انتخاب شد همه ما از لجبازی رئیس جمهور غنی مبنی بر اینکه تا آخر دوره کاریش در قدرت بماند شگفت زده شده بودیم خلیلزاد در بخش از اظهارات خود اذعان کرده است که امریکا افغانها را از اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری دل سرد کرد انتخابات که آقای غنی را برای دومین بار به با کرسی ریاست جمهوری رساند به گفته خلیلزاد آمریکا به دنبال این بود که تا از طریق مذاکرات میان سیاستمداران و جامعه مدنی و بعد با طالبان یک اداره موقت ایجاد شود که مورد قبول همه جناها باشد او همچنین گفته است که اشتباه محاسباتی غنی این بود که فکر میکرد ایالات متحده افغانستان را ترک نخواهد کرد با گفته خلیلزاد غنی به این باور بود که آمریکا و استخبارات آن از منطقه ای که از لحاظ فیزیکی نزدیک به کشورهای مهم و استراتژیک مانند چین روسیه ایران و پاکستان حضور دارد عقب نشینی نخواهد کرد با گفته خلیلزاد مردم به سیاست بازی ها در افغانستان اعتقاد نداشتند سربازان بارمانشان باورمند نبودند اما طالبان بارمانشان اعتقاد داشتند او در ادامه رفتار نخبگان سیاسی افغانستان را نیز دلیل آمده سقوط نظام پیشین اندوان کرد و گفته است که از عملکرد افغانهایی که وی بانان کار کرده بود مایوس شده است زیرا از فرصت طلاعی که ایالات متحده فراهم کرد استفاده نشد در حال که حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشوری بر رسمیت شناخته نشده خلیلزاد بر تعامل دیپلماتیک قوی ایالات متحده با طالبان تاکید کرده است افغانستان انترنشنل گزارش می دهد روایت شما حمله جنگجان طالبان بر بیجا شدگان ولایت پنچیر در کابل این ویدیو را یکی از بیجا شدگان برای افغانستان انترنشنل فرستاده است او می گوید در طول دو ماهی که در این چادرها زندگی می کردن، هیچ کمک دریافت نکردن او روایت می کند که طالبان چادرهای بیجا شدگان ولایت پنچیر را با سنگ چوب و چاقو مورد حمله قرار داده و زنان و کودکان را لاتکوب کردند. افراد ملکی و آواره های پنچیر به دلیل جنگ در این ولایت از سوی طالبان مورد تبعیض قرار می گیرند. شکایت برخی از افغان ها از مشکلات در گذرگاه ترخم شماری از افغان ها شکایت دارند که انگام عبور از گذرگاه ترخم و پاکستان با مشکلات زیاد مواجه هستند. گذرگاه ترخم روز پنجشنبه باز شد و هم مقام های پاکستانی می گویند که در یک هفته حدود یازده هزار افغان از طریق ترخم وارد پاکستان شدند. یک افغان به نام اسمت از ترخم به رادیو آزادی گفت بسیار از است. بیماران بزرگ سالان سفیدان خیلی به عذاب هستند. متاسفانه اگر کسی کودک پنج ساله، شش ساله یا هفت ساله امرو باشد او را نمی گذارند این ظلم است. حکومت پاکستان صرف به افراد اجازه می دهد که پاسپورت دارند و ویزای پاکستان را از طریق آنلاین دریافت کردند. در این حال مقام های ترکمنستان برای بحث در مورد پروژه انتقال پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان موسوم به تاپی شنبه آینده به کابل سفر خواهند کرد به گزارش خبرگزاری رویترز انتظار می روید که پس از تکمیل این پروژه سالانه 33 میلیون مکعب گاز طبیعی به پاکستان و هند منتقل شود رویترز و نقل از محمد ایسا آخون سرپرست وزارت مادن و پترولیم طالبان نوشته است که تلاش ها برای از سرگیری کار ساخت این پروژه ادامه دارد و دا گفته ای طالبان حیات ترکمنستان در یک سفر در وارد کابل خواهد شد و در پایان کاهش بهای جلغزه در ولایت های جنوب شرقی افغانستان ولایت های جنوب شرقی افغانستان چون پکتیا پکتیکا و خوست از جمله ولایت های که امسال میزان آسالات جلغوزه در آنها نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده اما تاجران این میوه میگویند که بهای آن امسال به نیم کاهش یافته است. با گزارش سپاتنیک مردمانی که در نزدیکی مناطق جنگلی ولایت های جنوب شرقی زندگی می کنند که تاجران جلغوزه را با به بهای بسیار اندک خریداری می کنند. آنان می که سال گذشته بهای جلغوزه بیشتر بود اما امسال با بهای کمتر آن را می فروشند بر بنیاد معلومات مجموع تولید جلغوزه در ولایت های پکتیا پکتیکا خوست لغمان و دیگر ولایت ها هزار تن برآورد شده است که ولایت های پکتیا پکتیکا و خوست هفتاد درصد آن را تشکیل می دهد تشکر از توجهتان تا دو روز دیگر بدرود